چنانچه بگویم نقاط دیدنی شهر پاریس را ندیدم و در تمام ایام توقفم هر شب ساعت 9 در خانه بودم و از ساعت 5 صبح تا وقت خواب یا در مدرسه و یا در خانه تحصیل می نمودم سخنی به گزاف نگفتم. بینندگان گرامی سلام بر شما. اون چه شنیدید کلام پیشوای فقید مردم ایران دکتر محمد مصدق از دوران تحصیلش در خارج بود، کسی که سودایی جز سعادت مردم ایران در سر نداشت و از آغاز جوانی خودش رو وقف چنین هدف بالا بلندی کرد. پرداختن به جزئیات زندگی یک قهرمان مبارزات ضد استعماری مردم ایران در این فرصت کوتاه امکان پذیر نیست، ولی در دقایقی که همراه با شما هستیم به برگ‌هایی از حیات و مبارزات پربار دکتر مصدق نگاهی می‌اندازیم و یادش رو که تجسم عشق به ایران بود در سالگرد درگذشتش گرامی می‌داریم. به دنبال ملی کردن صنعت نفت توسط دکتر مصدق، دولت بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. روز 16 مهر 1330 دکتر مصدق به همراه هیئتی عازم آمریکا شد تا در اجلاس شورای امنیت از حق ملت ایران دفاع کند. دکتر مصدق در دفاعیات خود در شورای امنیت از جمله گفت: نماینده انگلستان گفته است که صنعت نفت ایران در نتیجه کوشش و زحمات افراد انگلیسی به وجود آمده و حال آنکه این صنعت با رنج و عرق جبین کارگران ایران نضج گرفته است. دفاعیات جانانه دکتر مصدق در شورای امنیت سازمان ملل از حقوق مردم ایران و شکست دولت انگلستان در برابر او، مصدق را به عنوان قهرمان مبارزات ضد استعماری در خاورمیانه مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داد و مجله تایم مصدق را به عنوان مرد سال معرفی کرد. جورج مکی، معاون وزارت خارجه آمریکا، که حدود 80 ساعت در آمریکا در همان روزها با مصدق مذاکره و گفتگو کرده بود، شخصیت نخست وزیر ایران را اینطور توصیف کرد: خاطراتی که از مصدق دارم از ارتباط انسانی او ناشی می شود. از ساعات متمادی که در حضورش گذراندم لذت بردم. میهن پرستی و شهامت او را در ایستادگی بر سر آنچه گمان می کرد برای کشورش بهترین است ستایش کردم. دکتر مصدق در بازگشت پیروزمند خودش از آمریکا به دعوت نوحاس پاشا نخست وزیر مصر به مدت 3 روز در مصر توقف کرد. مرحوم دکتر غلام حسین مصدق، فرزند ایشون که پدر رو در این سفر همراهی می کرد، در مورد چگونگی استقبال مردم مصر از دکتر مصدق می نویسه: روز 28 آبان 1330 هواپیمای حامل هیئت ایرانی در فرودگاه قاهره به زمین نشست. هزاران تن از مردم قاهره برای استقبال از نخست وزیر ایران و همراهانش در فرودگاه اجتماع کرده بودند و با فریاد یحیی المصدق، یحیی ایران و یحیی النحاس به رهبر مبارزات شرق خوش آمد گفتند. به محض پیاده شدن پدرم از هواپیما، مردم هلهله‌گویان او را از زمین بلند کردند و به یک چشم به هم زدن روی دست به طرف اتومبیل بردند. خبرگزاری ها
استقبال کنندگان از نخست وزیر ایران را بیش از 2 میلیون نفر تخمین زده بودند. نهاز پاشا به محض ورود به هتل محل اقامت به سوی پدرم شتافت، دست او را بوسید و ورودش را به مصر خوش آمد گفت. در این موقع فریاد رعداسای یحیی المصدق ساکنین قاهره که خیابانهای اطراف هتل را اشغال کرده بودند، پدرم و نهاز پاشا را به طرف پنجره مشرف به محوطه اطراف هتل کشانید. نخست وزیر مصر که به زبان فرانسوی حرف می زد به پدرم گفت: این مردم برای خوش آمدگویی به شما اجتماع کردند، باید خودتان را از بالکن به جمعیت نشان بدهید. بله، این صحنه ها البته بر دربار و استعمار و متحدین مرتجع اونها که در رأسشون آخوندهای نظیر کاشانی قرار داشتند گران آمد و اونها رو واداشت که در طراحی توطئه برای سرنگون کردن دکتر مصدق شتاب کنند. سرانجام در توطئه مشترک دشمنان مردم ایران، حکومت ملی دکتر مصدق در کودتای 28 مرداد سال 1332 سرنگون شد. در بار و ارتجا جشن گرفتند. آخوند کاشانی هم از سپهبد زاهدی کودتاگر استقبال کرد و بعداً خواستار اعدام مصدق شد. اما دکتر مصدق این نماد مجسم عشق به ایران و ایرانی در بیدادگاه شاه هم جانانه از حقوق مردم ایران دفاع کرد و نه تنها تسلیم رژیم شاه نشد، بلکه 3 سال زندان و تبعید تا آخر عمر را به جان خرید. دکتر محمد مصدق در روز 14 اسفند سال 1345 شمسی در بیمارستان نجمیه تهران در سن 84 سالگی درگذشت. با اینکه خانواده او اقدامات زیادی برای رفتن به خارج برای معالجه او انجام دادند، اما رژیم شاه نپذیرفت. خانواده در صدد برآمدند که برای معالجه او از خارج پزشک به بالینش بیاورند، اما وقتی مصدق از این جریان مطلع شد برآشفت و گفت: لعنت بر من و هر کس دیگر که در این زمان خرج چندین خانوار این مملکت فقیر را صرف آوردن دکتر از خارجه بنماید. من خاک پای این ملتم و مقدرات من از مقدرات او جدا نیست. هر امکانی که در داخل کشور برای معالجه وجود داشته باشد برای من کافی است.
دکتر مصدق در حالی چشماش رو تا ابد روی هم میگذاشت که مطمئن بود پرچم مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران هرگز پایین نخواهد آمد. مصدق در یکی از نامه‌هاش از زندان نسل جوان رو مخاطب قرار داد و اینطور نوشت: من در این زندان اول امیدم به خدا و بعد به شما نسل جوان است و هیچ تردید ندارم بر مشکلات غلبه می کنید و یکی را بعد از دیگری از بین می برید. صبر و حوصله را پیشه خود قرار دهید و باور کنید آنچه بر ما گذشته است بیش از ساعتی از عمر یک ملت نیست. مصدق همچنین در یکی دیگه از نامه‌های خودش در فروردین 1341 با تأیید و حمایت مجدد از مبارزه مسلحانه مردم الجزایر علیه استعمار، این شیوه انقلابی رو سرمشق جنبش و مبارزین ایرانی قرار داد و نتیجه گرفته بود که همه بدونن چه راهی رو در مصالح مملکت باید در پیش بگیرند و به این ترتیب نسل بعد از دکتر مصدق با استفاده از تجارب گرانبهای مبارزات او پرچم مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران رو با نثار خونهای فراوان برافراشت. مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد میزد و میخروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه‌ای مخالفت میکنم، از همه چیز میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. و ما در سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم. چهل و اندی سال از اون روز که مصدق این کلمات رو گفت میگذره و ربع قرن 25 سال از اون روز که در بیدادگاه های نظامی شاه هویت سیاسی خودم رو معرفی کردم و حالا جای اون داره که با استناد به کهکشان بیکران 100,000 جاودان فروغ آزادی به مصدق که چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانی بود، مقاومت برای آزادی و استقلال ملی، چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانی در میان فرزندانش بود، بگوییم نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لب از ستارگان شب شدم. و نگاه کن ما به کجا رسیدیم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. همچنان که گفتیم دکتر مصدق نه تنها برای مردم ایران سمبل عشق به میهن بود، بلکه برای تمامی مردم دردمند خاورمیانه الگویی برای مبارزه. وقتی دکتر مصدق در دادگاه بود، یک وکیل مصری طی نامه‌ای به دکتر مصدق نوشته بود:
مردم آزاد تمامی کشورها به وفاداری شما نسبت به میهنتان عقیده دارند و شما را به عنوان بزرگترین نمونه میهن پرستی ارج می نهند. ما از خدا خواهانیم که به شما پیروزی عنایت فرماید و ما حاضریم که افتخار دفاع از شما را داشته باشیم. این طور بود که 22 روز پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، یعنی در 14 اسفند سال 57 و در 12 سالگرد درگذشت دکتر مصدق، حدود 1,000,000 تن از مردم ایران عازم مزارش در دهکده احمدآباد و در نزدیکی تهران شدند تا نسبت به او ادای احترام بکنند. ولی خمینی جنایتکار که از این مراسم و به ویژه از حضور و سخنرانی پدر طالقانی و آقای مسعود رجوی در این اجتماع به شدت گزیده و کینه‌توزی و حسادتش برانگیخته شده بود، مراسم یاد شده رو میتینگ راه انداختن برای هر استخوانی توصیف کرد. سخنی که بیش از هر چیز ماهیت ضد ملی خمینی رو برملا کرد. ولی اونچه که از مصدق کبیر بر جا موند وفاداری به آرمان آزادی مردم ایران بود که همچنان در نسل‌های بعدی زنده و شعله بره. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، به نام رهبری فقیر که در اینجا آرنده رهبری و سرار پرچه و تازش ناپذیر که نخستین بار درس مبارزه با استعمار را در مکتب او آموختیم. آنچه در میهن خود قریب و در خانه اش در تبعید و در عین زنده بودن چونان شهید به سر برد، در زمره نخستین و والا مقام ترین شاهدان و شهیدان راه آزادی. از این رو جای آن است که بدون خالصانه ترین درود انقلابی خود را نثار این آموزگار بزرگ جنبش‌های ضد استعماری ملل اسیر و در زنجیر جهان کنیم و همچنین درود بفرستیم به شهید پرافتخار وزیر خارجه قهرمان دکتر مصدق، شهید دکتر حسین فاطمی، قهرمان ملت ایران، و نیز درود بفرستیم به شهدای پرافتخار سی‌تیر. به همین مناسبت از کلمات تاریخی خود دکتر مصدق کمک میگیریم و درود میفرستیم باز هم به همه کسانی که به قول خود او در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه میایستند و یک زندگی به خرج میدهند. و درود میفرستیم باز هم به کسانی که به قول خود ایشان در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می‌گذرند. و امروز ما دقیقاً به خاطر تجلیل از همین مردانگی و همت و علو طبع ضد استعماری که در نامورترین سیاستمدار وارسته تاریخ معاصر ایران به مثابه سمبل شرف ملی میهن متجلی است در اینجا حضور یافتیم. اگرچه اجتماع همرزمان و یاران دیرین و فرزندان مصدق بر مزار پاکش در شب تاریکی که بر این میهن چیره بود تا صبح آزادی به تعویق افتاد، اما این اجتماع عظیم و اعتقاد شرکت کنندگان آن به حقانیت مواضع ملی و ضد استعماری پیشوای فقید بار دیگر ثابت می کند که تمام تاریکی های جهان نیز نمی توانند حتی شعله یک شمع را خاموش کنند، چرا که این نور روشنایی که اصالت دارد و ظلمت و تاریکی را در اساس هیچ ریشه و اعتباری نیست. به این ترتیب به اعتقاد ما هر حقیقت
نشان و گواهی از وجود خداست که نه کهنه می شود، نه آسیب می پذیرد و نه مسخر زمان و مرور ایام می گردد. به این ترتیب این ناموس هستی است که حق بالنده و آمدنی است و باطل میرنده و رفتنی، که ان الباطل کان ذهوبا. آری، این خواست خدا سنت تاریخ و منطق هستی و اجتماع است. بنابراین پیشوای فقید را مخاطب قرار میدهیم. برخیز ای پیشوای عزیز و رشد نونهالی را که با خون دل آبیاری کرده بودی به چشم بنگر. بنگر که نهال حق طلبی و آزادی چگونه می رود تا همچون درختی طیب در سراسر این میهن سایه گسترد. که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. همچون درختی پاکیزه با ریشه استوار در دل فرد فرد مردمان این میهن که به آسمان شاخ و برگ کشیده و هر از گاهی به اذن پروردگار تکامل بخش خود میوه میدهد. پس برخیز ای پیشوای درامی و ببین که چگونه نمایندگان جمیع اخشار و طبقات مردم ایران بر مزارت از کران تا به کران گرد آمدند تا خاطره و راحت را گرامی دارند.